به بزرگترین پایگاه بازیای سبک سروایول یوتیوب فارسی خوش اومدید. من موجی مارشال هستم و با یه گیم پلی دیگه از بازی جذاب آرک در خدمت شما هم. دوستان قرار ادامه مپ ابریشیان رو بریم داخل گیم پلی تو توضیحات لازم رو بهتون بدم. خوش اومدید به دنیای زیر زمین و خوش اومدید به ادامه مپ ابریشیان. دوستان به دنیای عجب غریب زیر زمین و متفاوت با دیگر مپ های بازی آرک خوش اومدید و داخل این مپ قرار ادامه گیم پلی های روهام رو من ادامه بدم. روال این گیم پلی خوب داشت پیش میرفت که روهام کلاس های درازمانیش رو شرکت کرده بود و درگیر اون قضیه بود و نتونست ادامه بده. حالا قسمت شده که من ادامه این مپ رو برم. دایناسورها رو یه بار چک کنیم ببینیم چه دایناسورهایی داریم. دایناسور پاراسرا، ماسشاپس. جالبه که دایناسورهای این منطقه همشون اولش ابرنت داره، حالت نور میدن داخل شهر. دایناسور رویجرمون ازش برید گرفتیم تو گیم پلی آخر. به علاوه این که یه دایناسور ایگوانادان داریم با دوتا رابتور. ظاهرا به بیس روهام حمله شده بود و بولبداگایی که داشت مرده بودن. دوباره رفتم تیم کردم و بریم بالا تو بیس هم یه نگاه بندازیم ببینیم چی داریم و گیم پلی رو شروع کنیم. بچه آیتم هم که فلزی هست اینجا فلز نداریم، باید فلز بزنیم. پایین داریم. خب اینجا ببینیم چیه، یه سری فلز هست بچه ها. فایبر هم که گذاشتیم، گوشت. اوکی میاد این قسمت. اینجا هم که یه سری نارکوتیکه. خب بریم پایین یه سر. اول این فلزا رو بزنیم، کریستال ها رو بزنیم، تمام این منابع رو احتیاج داریم. خب خیلی سنگین شدیم، برگردیم به سمت بیسمون. یه خیلی خیلی سنگین شدیم. خب سر این گله ما رو نزنه. خب بریم این قسمت. سنگا رو بذاریم. خوبیش اینه که حداقل یه معدن سنگ کنارمون هست و معدن فلز و این میتونه به ما کمک کنه. بچه ها این هم روشن میکنیم که برامون اینا رو ذوب کنه. اوکی اینجا بکنم چوب داریم، چوب رو بگیریم. ما برای ساختن کمفایر چی میخواییم؟ کمفایر، استون فلینت، تچ وود. اینجا آیتماشو داریم. یه چند حداقل یک دو تا گیم پلی تون میشه ببینم روهام چه منابعی داشت کجا گذاشته. خب تچ و وود، این تچ. بچه ها از این قارچه میتونید برای تمدید تایم بیهوشی استفاده کنید. یادتون باشه بچه ها، کلا میگم کلا سیستم آیتمای اینجا فرق میکنه. یه اتفاق داریم میفته. کم دایناسوری هم بکنیم. خب این از این و میریم پایین، میذاریم اینجا. بچه ها داخل مپ ابریشیان باید حواستون به تایم روز باشه. سیستم تایم روز اینجا با مپ های دیگه فرق میکنه. اول هر روز مشخص میشه. الان اینجا نوشته دی 50 نایت 50. خب یه تایم هست، تایم روز 10% ده درصده و همه چی قاطی پاتی میشه. خب غذا رو بخوریم. روزی که مثلا 10% روز، 90% شب، تایم روز خیلی زود تموم میشه. این هم از این. کلی آیتم چوبی اینجا داریم. اینا رو هم قرار بود اینجا برای ساخت قفس ازش استفاده کنم. سرعتش ببینم چجوریه. اوکی تو بیا، یکی دیگه هم همراه خودم ببرم. یه پک لیدر دیگه هم اینجا بود، ببینم کجاست. بیاین بیاین بیاین. خیلی قیافشون خطرناک و وحشیه. اون گاو رو ببین. بیا آقا. خب ببینم اون. آره خب اوکی. این دوتا خوبه، همراه خودم داشته باشیم. بریم ببینیم چه خبر بچه ها.
بریم ببینیم این بچه خبر چه دایناسوری هست. خب این یه تیکه معمولا رویجر و اسکورپیان بچه اسپان میشه. لیول خودمونو چک نکردم، لیول اون 58ه. اینجا هم منطقه ای که شما بازی رو شروع میکنید. دایناسور دوستروس اینجا داریم، باید به بیسمون اضافه کنیم. پایین چیه رویجه رو هستم پاره میکنم تو هر منطقه هستم، اون منطقه رو جارو میکشم. بچه ها خیلی وحشی هست. رویجه رو داریم میاد. آره بره یک سری از دایناسور روها مثلا نمیدونم کجا هست. بوده بیا بوده بیا بزن. کسافت بزن پارش کنین. کسافت ویلدرشون. اوف دهانتون سرویس. کسافت من از روی دهانش سرویس. خدای خیلی شما وحشی هستین کسافت ها. بچه دایناسور راپتور داخل. خب اوکی اینا اون اصلی است، این فالو است. بچه راپتورایی که داخل مپ ابریشین هست وحشی‌تر از راپتور عادی هستن، یادتون باشه. اون ظاهرن اگریسیف ترن. یه گیم پلی روهام هم دیده باشین، از رو اسب روهام رو کشیده بودم پایین، الان هم از رو راهویجه من انداختم پایین. خب بریم این قسمت. این قسمت هم فقط کریستال ده منابع رو باید بگیریم. قسمت رو بگیریم بکشین آشغال. اینجا همه چی نامنظم بچه، همه دارن فرار میکنن. این اسکوپیان هم بزنیم. بری کله بیاییم برای خودتون باید غذا بگیرین دیگه بچه ها. دولم که رابطوره، من جونم هم کامل نیست. یکی رو جلو بفرستیم اگه درگیری قرار بشه این درگیری کنه. خب اینجا که داره برزه بریم این سمت. درمی آی اسکورپیان رو بزنیم. بری کلا خب لیول هاشونو بدیم. تو جمع کردن چیتین بچه باید چقدر چیتین تونستن جمع کنن برامون، دمشون گرم. خب بعد خوبیشون هم اینه بچه ها که تو جمع کردن منابع وید ریداکترشون زیاده، یعنی تمام آیتم هایی که شما فکرشو بکنید وید ریداکشن براشون 50%ه. عملا به ظاهر این دایناسور نمیاد ولی عملا حماله. ببین اینجا تا کجا ادامه پیدا میکنه. هیچ وقت با روحام این بالایی نرفته بوده. این نقش کجایی؟ بریم بالا ببینیم چه خبر. جام سنگ فلز. چه جای قشنگی اینجا. بچه دایناسور ایگوانا دادن بچه زیر خاکه، از این جای سمی که داخل این بازی اتفاق میفته. اه تو بیا یه پاس تو رو بگیره. آقا این چه چشمه هسته، چرا آبشو نمیگیره؟ بری میای
ببینیم کجا اومدیم. اوه کارنو فکر کنم همینجوری دایره وار رفتیم بالا، بالای بالا. پایینم که منطقه خطرناکی هست. بچه من اصلا مپ رو میگم همش پشت دست نشسته بودم، با مپ زیاد آشنایی نداشتم. اینجام که بپریم اشتباهه. آوردن دو تا دایناسور اشتباه. ببین همش درگیر اینم که این دایناسور گیر نکنه. بیا البته دایناسور هم کمه برای این مپ. اینی که اگه اون لحظه یه دونه دایناسور داشتم اون اورنتا منو میکشته. رابتورا رو میگم. خب بزن بزن اینو پاره کن. بریم این سمت. بهتره که اینجا نمونیم بچه ها. خب بهترین کار همینه. خب این غذاهایی که گرفتیم چیتینا رو ببریم داخل بیسمون. بریم بالا. میگم بچه ها باید به صورت آف کامرا کل آیتم درست کنم، قفس ها رو همه رو سنگی کنم. قفس چوبی دیگه به درد اون نمیخوره. اکثر دایناسورهایی که اینجا هستن به چوب دمیج میزنن و عملا ازش نمیتونیم کمکی بگیریم. خب هایدم بذاریم این بر. رویجرم رو بگیرم برم این بر یا بررسی بکنم بچه ها. ببینم چه چیزهایی هست توی این منطقه. این بر چی هست چی نیست. زیر آبشو که دیده بودیم بکنید. سیلیکا پرل هست بچه ها. اینا رو میگیریم خودمون. اینجا رو قبلا دیده بودیم. دقیقا روبرو که اتوالا رویجر هست. یه اسپینو هست. ما نمیخوایم این گیم پلی زیاد طولانی بشه بچه ها. یه جوره آشنایی با مپ ابریشن برای خودم و اینکه چه چیزهایی داشتیم بچه ها. الان اسپینو اینجاست. خوبه. اوه اسپینو با کارچه های درگیر شده. خودشون با هم کاری ندارن. خب یه اسپینوی دیگه فکر کنم تو منطقه دیگه باشه، جلوتر باشه تو چاله. نه این دوتا هم که با هم دیگه کاری ندارن. بریم اینجا تو این آبشاره. این پایین هم یه کارچه من دیده بودم. سارکو هست توی منطقه. بذاریم ما یه سارکو بگیریم بچه ها. نظرتونه؟ سارکو تو آب خیلی سرعتش بالاه. فعلا میتونه کار ما رو حداقل تو این گیم پلی پیش ببره. من برم وسایل قفس خیلی بال شد. خواه بریم. من وحشی هم چطوری نمیشم. غلط کردم. غلط کردم بریم. و تو بیا. ما اینجا رو از اون بر نمیریم. سمت مخالفش رابطور ما رو پاره کرد. همه جا هستن. یه اسپینو هم این سمت آبه. آره این اسپینو رو احتمالا برای گیم پلی بعدی ما باید مواد لازمه صدلش آماده کنیم. اینو بکشونیم به بیس خودمون. اینجا هم که دوباره باز بالا بود.
تمام درست این منطقه همه شو یه چی هست ما بریم فیران برشون درگیر نشین. سارکوه اینجاست من رو دنبال هم داریم میایی کسافت ای گم شو وای باز دوباره روی این قارچه آقا رفتم روی این قارچه دوباره ثابت بایسته دیگه اگه این کار رو بذار دهن ما رو سرویس کن به تو برم اینجا که این تو رو پاره کنه به گم شو آشخار آشخار گم شو پس این پایین باید بسازم اون سارکاره بیارم این سمت ببینم کجا میتونم بسازم ببینم اینجا میتونم بسازم دروبر به جرام اونجاست کسافت حداقل یک دردو می ساختم بهتر هم تو میخوای به ما حمله کنی یا نه اینجا من اینو بکشم کسافت خف کرده اینجا بکنم شو اشغال سارکو هنوز هست اینجا یا نه پشتنش هست سارکو هست عالی تو یه سارکوی که اینجا بود مرد بچه یک در یک بسازیم خوب هستا ولی شاید کارایی برای دایناسور دیگه نداشته باشه باگ هم شاید داشته باشه پس ما همون دو در دو میسازیم این از این این هم از این دو در دو با ارتفاع دوت اوکی عالیه این از اینجا دور کنم تو همینجا باش بچه اگه سارکو از داری رد بشه چیه؟ چون من یادمه که این مپ یه باگی داشت تست میکنیم با روجه میتونم از این بالا بپرم رد نمیتونم بشم چجوری بود روحام قفس میساخت رد میشه گیر افتادیم بچه ها یه داستانی پیش اومد گیر افتادیم دو تا کمان بردیم یا به فست کسافت اومد اوف هرجی دنبال من بده بی دنبال من مال منه بده بیا بده بیا دوام مال منه بده در بره
زخمی هم هست. بریم اگریسیبش برداشته بشه. دهانش سرویس ترسیدم. آقا بریم بلا کن. فایبر تچ بود. فایبر که الان میگیرم. این از فایبر دوتا میخواستیم دیگه. رمپ چند تا دیچ میخواد؟ بود دارم تچ میخواد. ای بابا خوش کن بریم بابا. اولم بیا بریم یای بودا. من اونو با تیم کنم برسا. من میگم مجموعه شاید هم کلیدی هم. فقط باید روشن بشه. قفسمون که ساخته شد اول باید اون سایپا رو بکشیم پایین. سایپا رو اینجا چی شده؟ وای 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 برم کن برم کن برم کن یا دوگی بزن اینو پاره کن چه کسافت. بزن اینو پاره کن اگریسیف کنم بزن همه پاره کن. این هم از قفص موجه مارشال بچه ها. قفص دایناسور تو قفص افتاد ولی اینجوری افتاد. بچه ها این مپ خیلی وحشیه و تا آدم بخواد با این مپ آشنایت پیدا کنه یکم زمان میبره. اوجرمون دوباره اینجا گیر کرد. ما شب رو همینجا میخوابیم در کنار لاشه این حیوانات و تو گیم پلی بعدی یعنی فردا ادامه کار رو پیش میبریم. اینا رو میتراشیم. خب دوستان اینم از گیم پلی امروزمون. همونطور که دیدین بعد مدت ها دوباره مپ ابریشیان رو شروع کردیم بچه ها. اصلا نمیدونستم که روحام تو بیسش چی داره. امروز تقریبا اینجا یاداوری آیتم هایی که روحام داره، دایناسور هایی که داره و محیط اطرافش بود. برای گیم پلی های بعدی ما باید اسپیناساروس تیم کنیم، بعد سارکو تیم کنیم، بعد اون خرچنگ ها رو تیم کنیم تا با دایناسورهای آبی از این مسیر رودخونه بریم جلو. بچه‌ها اینجا جای موندن نیست بچه‌ها. امیدوارم که از این گیم پلی لذت برده باشین. اگه نظری پیشنهاد دارین حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسین. این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستای آرک بازتون ارسال کنید. دوستتون دارم. تا گیم پلی بعدی خدا نگهدار.